نحوهی در گیر و دار تصمیمی سرنوشت ساز. او واقعا کیست؟ ماموریتی خطیر که تنها از عهده یک نفر ساخته. سفری در قلمرو نفس. فیلمی از دکتر محمود احمدی. به دنبال اعلام نتایج، آقای موسوی با اعلام تقلب گسترده خواستار ابطال انتخابات کردید و از هواداران درخواست حضور در میادین شهر را نمود. تو خیلی از گیری درست کردی اولاق. من هر جنگی که باشم وطن فروش نیستم. دهنتا چپ بکنم آدم فروشم. یک سی جناب آقای احمد آقا این عظمت وزارت خارجه ما الاغا این سیاست خارجیه یا حبیبی اخوی هازا فی مکان مازا ما هازا لا خواهر لا مادر لا خواهر مادر حی علی خیر الامان نمام سلمان مسلم لا دول الخلیج العربیه العربی برمیگرده به دول نه به خلیج هیچ وقت نمیگن خلیج عربیه میگن خلیج عربی حاجی تاج سره ایوان ایوانه ایوان ایوانه حاجی گل به سره ایوان دو سال قبل اومدید در تلویزیون یه نظری دادید گفتید یه ماه دیگه جنگ میشه این حاصل نظر نخبگان بود در بنگ دومه آقای کروبی شما که نیروی انقلاب هستی از آقای شهرام جزایری برای چی پول گرفتی؟ به من اگه کسی پول داده بیا ریستان شما منتشر کنی همه بدانن یه 300 میلیون یه 200 میلیون تو پرونده است 300 میلیون ایشون تایید کرد 200 میلیون تو پرونده او گفته من تایید نمی کنم ایشون باید بگی 300 میلیون 7 سال پیش 300 میلیون اون موقع چقدر الانه؟ این خونه شون چجوری اومده؟ ایشون همیشه مسئول بوده آیا از همون پولایی که امام اجازه دادن برداشتن؟ یا نه امثال آقای شهرام جزائری ها دادن؟ نه اونقدر داری مثل انصاری تصابری نه اونقدر داری مثل شهرام جزائری امثال آقای شهرام جزائری ها دادن؟ نه اونقدر داری مثل از منزل رو توضیح ندادن ایشون شهرام جزائری توضیح ندادن زندان رو توضیح ندادن تو اینجا نشستی واسه اینکه جوابمو بدی با اینو نگاه نکن چشم پر عذابمو ببین ما گفتید دولت رو زمان جنگ شما اداره میکردید حاجی تاج سره ایوان ایوانه اینه جمله بود که شما گفتید شما نوبتتون ادامه بدید؟ حالا من سوالم کردم نوبت هم سوال کردم از شما نوبت رو در زمان جنگ حاجی تاج سره